سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورئ. زه زمریالی عباسیم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي له طالب استازو سره په یو لړ اختلافي مواردو کې پام وړ پرمختګ کړی. دا هغه څه دي چې د دغه پلاوي ځینو استازو رسنیو ته ویلي دي. دا موارد د مذاکراتو د پریکړې د مرجع په تړاو دی چې طالبانو حنفي فرقه غوښته، خو د دولت مرکچي پلاوي غړي د حنفي فرقې تر څنګ شیعه لږکیو او نورو مذهبي لږکیو حقونو ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوی په عین حالت کې وایي طالبانو ویلي له دې خوراوي سره ستونزه نه لري، خو په وینا یې تر اوسه په رسمي ډول دا حل لارې وروستۍ شوي نه دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی خوشبین دی چې را روانو ورځو کې به د مذاکراتو په کړنلاره کې دوه اختلافي موارد حل شي، خو د دواړو لورو اختلافات د مذاکرې پر بنسټ پر خپل ځای پاتې دي. یو هغه پوښتنه چې دا د دواړو ټیمونو له قول نه راخیستل شوي مسایل په ځانګړې توګه د جمهوریت د ټیم لخوا، خو اساسي پوښتنه دا ده چې هم دوی وایي پرمختګ شوی، هم بیرته راګرځي مسایل نهایي شوي نه دي. نهایت کې معنا څه ده او دغه ډول مسایل لا هم ولې ځای په ځای پاتې کیږي؟ په ځانګړې توګه د شرعي منبع په هکله وروستۍ پریکړه چې دوی وایي پرمختګ شوی خو لا حل نه دي. د دې تر څنګ د بین الافغاني مذاکراتو دوام د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون مطابق هغه څه دي چې طالبان پرې ټینګار کوي لا یم حل موضوع پاتې ده. ابهامات د بین الافغاني مذاکراتو څنډې په داسې حال کې نیسي چې دغه مذاکرات تقریبا خپلې څلورمې اونۍ پای ته رسولو ته نږدې شوي دي، او په پایله کې افغانان دلته لا هم په تمه دي چې سوله به راځي، پرمختګ به کیږي، خو تر اوسه د جګړې په ټګر کې برعکس وضعیت لیدل کیږي. د جګړې لمن د کابل له ولسوالیو تر پایتخت او مرکزیت پورې رارسېدلې ده. پنځمه، اتلسمه او دغه راز ځینې نورې حوزې هغه څه دي چې د طالبانو بېساري تحرکات او حتی د پولیسو سره مخامخ جګړې او د شپې له لوري پر دوی د بریدونو په هکله یې رپورټونه ورکړل. د طالبانو لیدلوری په دې برخه کې مبهم دی. اساسي پوښتنه دا ده چې طالبان پر سولې خبرې کوي که په جنګ. آیا طالبان غواړي په هممهاله توګه پیغام واستوي که چیرې سوله کې د دوی امتیازات او غوښتنې ونه منل شي؟ جګړه کې هسې هم پرمختګ کړی او دوی جګړه د یو ساتلي انتخاب په توګه لا په مخ کې لري؟ دې ته ورته نور مسایل چې د بین الافغاني مذاکراتو جنجالي موارد او مبهم اړخونه دي چې د افغانستان خلک یې ورځ تر بلې په اړه اندېښمن کېږي تر بحث لاندې نیسو. اوس هم د دوحې د مذاکراتو په هکله دا رپورټ وګورئ. دو اختلافي مواردو د سولې خبرو بهیر ټکنی کړی دی، خو اوس ښکاري چې یو مورد یې د وروستي کېدو په حال کې دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي د مذاکراتو مذهبي بنسټ انفي او جعفري فقه وړاندیز کړی وي، خو طالبانو یوازې انفي فقه. خو اوس د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي وایي د انفي فقه په هکله د اختلافونو حل ته نږدې شوي دي، او تر څنګ یې په خبرو کې د شیعهګانو او مذهبي لږکیو حقونه او خپلواکي په مذهبي چلند کې په پام کې نیول کیږي. فقط در موارد اختلافی که روی مسائل مذهبی صورت میگیره، مسائل دینی صورت میگیره، ما برای حل ما به دلایل مختلف ناگزیریم که فقه حنفی تمسک بجوییم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوی وایي طالبانو هم انفي فقه د شیعهګانو او مذهبي لږکیو د حقونو لپاره په مذاکراتو کې منلې او ویلي دي چې ورسره ستونزه نه لري، خو تر اوسه د حل لار په رسمي توګه وروستۍ شوې نه ده. په دوحه کې طالبانو سیاسي دفتر هم ویلي د دې ستونزو د حل لپاره ټولیز پرمختګ شوی، خو تر اوسه هم هېڅ څیز وروستۍ شوی نه دی. اختلافي دوه مادې څه دي؟ دوه مادې پاتې دي. امید لرو چې په دې ورځو کې هغه اختلافي مادې هم پای ته ورسیږي تر څو وتوانیږو چې د مذاکراتو هغه اساسي اجنډا ته داخل شو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو خبرې د بنسټ په تړاو لا هم نه دي حل شوي. که څه هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوي شپږ بدیل وړاندیزونه طالبانو ته سپارلي وو، خو د دې ډلې پلاوي ځواب نه دی ورکړی او له امریکایانو سره د خپلې هوکړې د درېمې مادې له مخې د خبرو پر دوام ټینګار کوي. امید شته چې د دغې اونۍ تر پایه پورې په دغه جنجالي مسله باندې هم توافق وشي او دواړه طرفه جوړ شي، او بیا راتلونکي اونۍ د اجنډا لپاره دا خلک د بحثونو ته آماده شي. له درې اونۍ زیات وخت کېږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی او طالبان د مذاکراتو پر کړنلارې سلا مشورې کوي، خو لا هم وروستۍ هوکړې ته نه دي رسېدلي. تمه کېږي چې د یکشنبې په ورځ د تماس ډلې په خبرو کې له څو ورځو ځنډ وروسته بیرته خبرې پیل کړي.
له پلازمین کابل د ولسی جرګې غړی ابرار الله مراد د جرمنی څخه سیاسي تحلیلګر وایس ناصری او له پلازمین کابل د ولسمشر سلاکار محمد سالم حسنی زموږ درې وړ میلمانه دي چې په دې بحث کې به راسره وي. درې وړ ته ډېر ښه راغلاست وایم او مننه هم ترې کوم. حسنی صاحب، پوښتنه به له تاسو سره پیل کړو. جزئیاتی که برای ما داده شد آقای حسنی از دوحا از طرف نمایندگان تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک نحو پیچیده است و در آخر دوباره مبهم می سازند. میگن پیشرفت راجع به منبع شرعی صورت گرفته و این مسئله تقریبا نهایی شده، ولی در آخر زمانی که صحبت های خود ختم میکنه تقریبا یک هفته شده این مسئله جریان داره. میگن هنوز مشکلات و اختلافات پا بر جاست، حتی راجع به منبع شرعی. یعنی ما میخوایم میره بفهمیم از طریق شما جناب حسنی صاحب که این مسئله منبع شرعی بالاخره در مذاکرات حل شده یا نه. رحمان الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت همکاران تحریکی شما و خدمت جناب وکیل صاحب مراد و همچنین خدمت جناب ناصری صاحب و خدمت همه بینندگان بزرگوار که ما را در این وقت از شب تماشا میکنن. ببینین برادر بزرگوار جناب عباسین صاحب، پیچیدگی مذاکرات در همین است که تا زمانی که روی امون موارد اختلافی توافق 100% حاصل نشده، یعنی هنوز مورد بحثه، بنابراین نمیشه یک سری پیشرفت ها را یا یک سری نزدیکی مواضع را ما بگیم که مشکل حل شده. فعلا همچنان که شما در جریان هستید، هم بحث فقه، یعنی معیار بودن فقه نهایی و هم بحث اساس بودن موافقتنامه صلح میان طالب ها و آمریکایی ها نهایی نیست و روی زوی اختلاف به صورت جدی وجود داره. و هم مورد دیگری که بسیار مهمه این است که حکومت افغانستان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به دنبال ازی هست که آتش بس و کاهش خشونت ها صورت بگیره و در پی و همزمان با شروع مذاکرات باید این مسائل هم روی بحث ها باید مطرح باشه، در بحث ها باید مطرح باشه. اما آنچه که مهم است، هنوز روی از اینا توافق نهایی صورت نگرفته و کماکان بحث و جدل جریان داره. حالا 25 روز شد از آغاز مذاکرات، زمانی که افتتاح شد و کار روی اصول و راهکرد آغاز شده. 10 روز است جناب حسنی صاحب. ما از هیئت مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میشنویم که پیشرفت صورت گرفت و مسئله منبع شرعی و غیره هم تا حل شدنی است و به زودی حل خواهد شد، ولی 10 روز میگیره زمانی که آغاز میشه پیشرفت 10 روز تنها میسه موارد است. پس 10 روز هر روز که برای ما هر دو تیم میگه، البته بخصوص شمایی که میتونیم امرایشان به نمایندگیش صحبت کنیم، تیم مذاکراتی دولت افغانستان، حالا اگر این سه مورد حل نشده پس چی پیشرفت شده که برای ما میگن که پیشرفت شد؟ ببینید، در موضع فقه یک سری پیشنهادات و بدیلهایی را که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کرده بوده، یعنی به صورت واضح از طرف طالبها موضع جدی علش گرفته نشده، یعنی به این معنا که میشه روش صحبت کرد و در نهایت روی از او به توافق رسید، اما هنوز نهایی نیست. و بحث دیگری هم که من عرض کردم، بحث موافقتنامه طالب ها و آمریکایی ها، او که هنوز هیچ پیشرفتی روش صورت نگرفته، او بحث فقهی هم که هست، یعنی یک سری دیدگاه های همگرایانه شکل گرفته، اما به صورت ای که دو طرف روی از او توافق کرده باشه. خب خیلی واضح است حسنی صاحب، شما هم گفتین بار گذشته که با شما صحبت داشتیم، گفتین که دولت افغانستان میگه خب تا حد زیاد منبع شرعی باید همو فقه حنفی باشه، ولی در پهلویش باید مسائل فقه جعفریه نیز در نظر گرفته شود و مذاهب اقلیت ها در افغانستان در نظر گرفته شود. خیلی واضحه که او داست درست. حالا طالبان گفتن که او مسائل فرعی است که ما میریم در قانون اساسی احتمالی آینده میگنجانیم.
ولی دوباره میگن پیشرفت صورت گرفت. ما اینجا یاد داره ما 4 روز به خصوص داریم که بگیم پیشرفت صورت گرفت و هر یک حتی یک روز برای ما گزارش داده شد از طرف تیم هیئت یا هیئت مذاکراتی دولت افغانستان که این مسئله حل شد. ما هم اینجا سرخط ساختیم. حالا میبینیم دوباره 3 روز بعد از اویش حل نشده. یعنی هم پیشرفت صورت میگیره هم نه. و مشکلی کجاست که شما میگین پیچیدگی داره؟ یا فقه جعفریه یا میکس؟ فقه جعفریه و حنفی یا چگونه؟ ببینین من بخش تحلیل خودم را عرض میکنم. تحلیل من این است که بحث معیار قرار دادن فقه در بحث مذاکرات اصولا یک خطا هست، یک تاکتیک به نظر من زمانکش و زمانگیر و در حقیقت استراتژیک است که از طرف طالب ها با او دامن زده میشه. من به باور من این است که مذاکرات محورش قدرت و سیاست است، اما فضای مذهبی و شریعت را حاکم کردن بر مذاکرات. اما زمانی که ما صحبت های داشتیم تا این دم آقای حسنی برز مذرت، طالبان میگه بحث را ما میگیم که بس جایش نیست. حالا دولت افغانستان و تیمشان این مبحث براه انداخته که فقه جعفری هم باشه، فقه حنفی هم باشه و سایر موارد دیگر. بس اینجاست جناب عباسین صاحب که کلن بحث فقه را در ابتدای مذاکرات مطرح کردن و در طرز العمل گنجاندن پیش از وقت است. یعنی اصلا زمانی که ببینین اصلا بحث گفتن وقت کوشی و طالبان میگه این کار دولت است و تیم دولت این کار را میکنه که موضوع را انداخته در آغاز. اجازه بدین پروبلم تکمیل شود جناب حسین صاحب. ببینین اگر طالب ها میگه که بحث مذهب را کشیدن بحث زود است، من میخوام این عرض بکنم که کلا بحث فقه را کشیدن در حالت فعلی یک کار پیش از وقت و گپی است که در نهایت و در زمان قانون اساسی باید مطرح شود. چرا اصلا چون این چیزی حالا مطرح میشه در حالی که این بحث شما دارین روایت طالبان را تکرار میکنین. عینی مسئله که شما میگین که در قانون اساسی گنجانیده شد طالبان میگه واضح گفتن. مولای خیرالله خیرخواه در صحبتهای خود گفت، مولای حنفی گفت. جناب عباسین صاحب ببینید بحث معی است، گپ معی است که نباید فعلا اصلا بحثی از فقه مطرح شود. حالا چه فقه حنفی، چه فقه جعفری، چه حنبلی، چه شافعی یا هر فقه دیگه. سپاسگزار هستم جناب حسنی صاحب. با شما برمیگردیم. درست با مسائل دیگه با شما صحبتهای خواهیم داشت. چه زمان باید بحث فقه مطرح شود؟ او زمانی که میخواید رابطه دین و حکومت تعریف شود که اینجا دین در کجای حکومت و حکومت چگونه باید تابع دین باشه و در چه مسائلی. اینا مسائل است که بعداً به نظر من روش بحث میشه. فعلا طالب ها ای را کشانده روی بحث میز مذاکره. یک مثلا میخوایم تصحیح شود. جناب حسنی شما مشاور رئیس جمهور در امور دینی و فرهنگی هستین، درست؟ در امور فرهنگی و اجتماعی. یعنی دینی نیستی؟ نخیر. خب بسیار تشکر، برمیگردم با شما. جناب ناصری سوالا در کل بحث از چی است؟ آقای حسنی همچنان یک مورد طالبان را گفتن من حیث مشاور رئیس جمهور و گفتن که این قبل از وقت بود که این مسائل می گنجانیدن و این باید در قانون اساسی گنجانیده می شد. طالبان آیا عین روایت ندارن از این مسئله که با اصطلاح منبع شرعی نامیده شده؟ با عرض سلام و ادب، اظهار سپاس از دعوتتان، محبتتان. سلام به شما آقای باسین، سلام به میهمانان گرامی آقای حسنی و آقای مشاور صاحب و همچنان همکاران تخنیکی شما و بیننده های عزیزتان. علیکم السلام. مسئله کشفانیدن مسائل فقهی و اختلافات مذهبی در صدر مجالس، در صدر آغاز مذاکرات یک پلان به حساب طالب ها هست. طالب ها از بدو تأسیسشان و چند محور حرکت کردند: اختلافات مذهبی، اختلافات زبانی و قومی و متاسفانه یک قرائت تاریک از دین که به اون ترتیب اونا در عمود زمانی که ایجاد شدن به حساب امو انگیزی ایجاد طالب، یعنی به حساب
اختلافات بود و دامن زدن به اختلافات بود. جنگ های عظیمی که در افغانستان در دوران طالب ها صورت گرفت، کشتاری که در یکاولنگ صورت گرفت، در مزار صورت گرفت، در شمال صورت گرفت، یعنی یک تضاد عمیق مذهبی و نژادی و اینا در طالب ها دیدشت. در صدر تمام رهبریت طالب ها از بعد به تأسیسشان تا به امروز شما یک نفر از برادران اهل تشیع رو نمیبینید، شما یکی از برادرای هزاره را نمیبینین. اصلا واقعیت حقیقت هم رمی است که طالب اصلا هیچ اعتقاد به این نداره که شیعه ها یا مذهب جعفریه یکی از مذاهب اسلامی باشه. به عنوان از اینکه اونا را به عنوان مذهب اسلامی نمیشناسن، هم میخواهد که به عنوان یک طرف اونا را هم در مسائل همی که مذهب حنفی باشه. مولوی خیرالله خیرخواه و مولوی حنفی که بعد از این مسائل که لیک شد بر رسانه ها خصوصا منبع شرعی صحبت های داشته به نام رسانه که تقریبا رب داده میشه و طالبان، به هر حالت به ما رسید، به مردم رسید، گفتن که مسئله حقوق اهل تشیع در افغانستان و احزاب در زمان خودشان هم تامین بود، ما مشکل نداریم و این را می گنجانیم در قانون اساسی احتمالی که اگر تغییر و تعدیل و هر گونه تغییر با وجود میاد در مورد قانون اساسی. حالا ما از کی را قبول کنیم جناب ناصری صاحب؟ از شما و جناب حسنی صاحب که گویا طالبایی را نمیپذیره و اونا علیه مسائل سیاست طالبا را که اونا میگه که ما مشکل نداریم و این قبل از وقت است. حالا در میان چیزی که از بین میره و کشته میشه وقت است، در بین چیزی که تلف میشه مردم افغانستان است. حالا کدام سو درست میره؟ برای طالبا وقت کمی کردن، بانه تراشی کردن و انتظار کشیدن که انتخابات امریکا به کجا میره و تعهدات امریکا تا ماه اپریل به کجا میره، این ضرور است. مذاکره یک تکتیک است، یک بهانه است. متاسفانه ما از مذاکرات قطر شاید نتیجه مطلوب به دست نبریم. همین بهانه هایی که در سه هفته اینا میکنن به شکل تهاجمی، به شکل دیکتاتور مهابانه، طالب است که شرط میگذاره که اگر این شروط مرا قبول نکنین من مذاکرات ادامه نمیدم. شرط طالب ها به حساب اصرارشان بر فقه حنفی یک بانه هست. طالبان کجا گفته جناب ناصری صاحب که اگر این شروط پذیرفته نشد ما ادامه نمیدیم؟ همی که سه هفته مذاکرات به بنبست رسیده به خاطر همی اصرار طالب ها بر دو نکته هست. یکی مسئله منبع شرعی، یکی مسئله از اینکه توافقنامه دوحه اصل باید باشه. همیره خود ولی طالبان گفتن، نمایندگان طالب جناب ناصری صاحب، حالا چیزی که گفته نشدم اما منبع مستقیم زمانی که می داشته باشیم روی او تمرکز میکنیم، دو نماینده طالب همچنان سخنگویشان که با ما و سایر رسانه صحبت کردن گفتن که ما با این مشکل نداریم، ولی مطرح میشه که گویا از طرف تیم مقابل سعی صورت میگیره که وقت تلفی صورت بگیره و مورد دیگر اختلافات هست، همه باید حوصله داشته باشن و نباید بیرون شوه، نماز میز میریم نه اونا، باید همینجا حل کنیم بعد نتیجهش را مشترکاً با مردم افغانستان بگیم که تشویش ایجاد نشه. شما شنیدین این صحبت هایشان را؟ این طالبان گفتن. حالا اتهام بندی هایی که بعد از او ایجاد میکنه مشکل را حل میکنه؟ ببینین اگر نمیکنه جناب ناصری صاحب چرا به اصل موارد بر نمیگردیم که حالا حل در چیست، این مسائل از کجا نشأت میگیره، چرا مطرح میشه؟ او را متهم میکنه و طرف مقابل هم طرف دولت ساز، البته تیم دولت. نتیجه چی خواهد بود از این اتهام بندی ها و این بازی اتهام بندی ها؟ عباسین عزیز ببینین که هم در میدان جنگ طالب تهاجمی هست، حمله میکنه، وحشت میکنه، دهشت میکنه، مسئولیت هم نمیگیره. همی عملات خونباری را که در غنیخیل انجام دادن از روزی که ما شاهد بمباردمان هم بودیم، این روی دیگه سکه است جناب ناصری صاحب. اما تمام ولایت جنگ از طرف طالب ها دامن زده میشه. همی از کجا میدانید؟ بله؟ از کجا میدانید؟ تمام حرکات نظامی همین حرکاتی که در تمام 24 ولایت افغانستان رو جنگ است، جنگ غنیخیل مسئولیتش را طالب نگرفت. خیخیکی است آقای عباسی. طالب 22 گروه دولت شما، دولت افغانستان میگه 22 گروه. حالا شما هم میگین این کار طالب کرد. طرف دیگه هم میگه کار طالب است. و توجیه جالب حکومت افغانستانی است که در گذشته طالبی کار میکرد، امروز هم از موز. و طالب میگه نکردیم، من تقبیه میکنم.
حالا کی منفعت میبره؟ چرا در زمان این مسائلی رایه میشه که طالب میگه نکردیم و طرف های مقابل حتی با شمول شما میگن که این کار طالب است؟ هدف چی هست؟ اگر داعش باشه، داعش با امریکا هی توافقنامه امضا نکرده، در 6 ماه گذشته چرا داعش سر پایگاه امریکا حمله نمیکنه؟ چرا بر حضور نیروهای خارجی ناتو حمله نمیکنه؟ خب من نیستم در جایگاه پاسخگویی، شما پاسخ بفرمایید. سوال معمی است، جواب معمی است که طالب و داعش روی یک سکه هست. عین توافق را که طالب با امریکا کرده که سر حمله نمیکنه، طالب با داعش میجنگیده، داعش چندین قماندان طالب را کشت و طالبان همچنان. حالا خلیلزاد میگه که در مورد ولسوالی اچین که پایگاه های نظامی و تربیتی و غیره داعش وجود داشت، یک دستاورد عظیم هم از طالبا بود که اونجا عملیات کرد. شما شنیدین این مسائل را؟ حالا در تضاد هستن، چطور میتونه شما رد بتین که گویا داعش و طالب یکی است؟ اگر این عملات را که امروز آقای عباسین عزیز داعش هم انجام داده باشد، در غنیخیل، در مابین کابل، در مابین تخار، در فاریاب، در تمام جایات فقط این داعش است که جنگ کنه و طالب خشونت نمی کنه. پس من سوال میکنم که داعش چرا با امریکا نمی جنگه؟ چرا با پایگاه ناتو نمی جنگه؟ خب پاسخ شما چی است؟ این خود سوال شد. پاسخ شما چی است؟ چرا نمی کنن حمله؟ از مدت که توافقات امریکا با طالب ها با امریکایی ها امضا شده، شما یک اعلامی از طرف گروه حقانی نمی بینین که در یک عملیات او مسئولیت بگیره؟ در گذشته تمام مسئولیت خب ها رو نداشتن. قوای خارجی در افغانستان محدود شده، تلفات هم نداشتن و در توافق دوحه واضح گفته شده، یعنی در آتش بس قرار دارن دو طرف. شما چرا توقع دارین که طالبان برنوزن بعد از یک توافق که تعهد داده به ایالات متحده آمریکا بازم به قوای خارجی و آمریکایی حمله کنن؟ چرا بکنه این کارا؟ یعنی شما توقع دارین طالبان هنوزم این کارا بکنن؟ آقای عباسین، داعش شرم حمله نمیکنه. خب ما جواب بدم، شما باید پاسخ بدین. شما پاسخ بدین، چرا داعش حمله نمیکنه بالای قوای خارجی؟ چون شما طرفدار هستین که داعش و طالب با حساب به خشونت نمیگره. دولت من میگم امی خشونت ها حالا چطور میتونن ترکیب کنن و با هم یک جا جمع کنن داعش و طالب؟ امی عملیات را که امروز در مابین غنیخیل شد طالب کرد، داعش هم مسئولیت نگرفت، طالب هم مسئولیت نگرفت. ملت خب. افغانستان کشته میشه، روز 100 خب. نفر کشته میشه، طالب میکشه، طالب میخواد که امتیاز بگیره در میدان مذاکره. جناب ناصری، سوالم اینجاست، زمانی که اگر داعش حمله میکنه، خب به خاطر ازی که امتیازش رو بگیره میگفت؟ بله. چرا نگفت زمانی که طالب حمله میکنه میخواد امتیازش رو بگیره؟ چرا نگرفت؟ آیا قوای ضربتی و قطعه خاص افغانستان زد؟ نه، اطفال، افراد ملکی را زد. چی امتیاز به اینا میرسید که اینا حمله میکنن باز میگن ما نکردیم؟ یا اینجا دستای دیگری هست؟ حالا دولت افغانستان میگه 22 گروه دیگه است. شما از کجا میدانین؟ من حیث یک تحلیلگری که دور در کشور جرمنی نشسته و میگن که کار طالب بود. البته طالب این کار را میکرد، چرا نمیگه؟ این سوال پهلویش است. کاش که از طالبان کس را میداشتیم که از اونا سوال میکردیم. شما سوال که اگه اجازه بتین من جواب بتم. بفرمایید. ای که آدم در کجا نشسته، اوضاع و جریانات شما هم در غنیخیل نبدین ولی تحلیل میکنین، در فاریاب نبدین ولی تحلیل میکنین. مجبور نیست که آدم در خود صحنه باشه و ببینه. ما از اروپا مگه هستیم اوضاع رو میبینیم؟ مسئولیت اینمی عملات دهشت افغانی رو نه طالب بگیره نه داعش. داعش هیچ با آمریکا در 6 ماه گذشته نجنگیده. سوال است که داعش خب آمریکا توافقنامه امضا نکرده. خب اگر سوال طور مطرح شو، شما میپذیرین اینجا استخبارات کشورهای زیاد فعال است؟ بله میپذیرین. را بله، یعنی استخبارات هندوستان هست، ISI یعنی استخبارات پاکستان هست، بله، MI6 یعنی استخبارات انگلستان هست، CIA یعنی استخبارات امریکا هست و غیره. چطور میگین که در موجودیت این همه ادارات استخباراتی خیلی قوی کشورهای منطقه و جهان این کار طالب بود؟ حالا از کجا میدانی؟ به خاطر ازی که طالب ها متاسفانه به خاطر آینده افغانستان، به خاطر گرفتن قدرت، به خاطر گرفتن امتیاز،
هم در میدان جنگ اونا تشدید بخشیدن خشونت و کشتار و وحشت و هم در میدان سیاست و میدان مذاکره متاسفانه مذاکرات به بنبست کشانیدن، اختلافات مذهبی را میخواین دامن بزنن، طرح کردن در یک مبحث سیاسی، در یک مذاکرات سیاسی مسائل فقهی اصلا جای نداشت و جای نداره. این به خاطر ایجاد اختلافات قومی و مذهبی و زبانی در افغانستان است. پس از اینجا ادامه بدیم، اگر طالبی کار را کرد یا نکرد، امپکتی که این صحبت ها یا تأثیری که این صحبت ها با وجود میاره که این کار طالب بود چه هست؟ یعنی بعد از این مذاکرات جریان داره یعنی میان افغان ها، یعنی دولت افغانستان و طالبان، و شما یک دفعه بحث برای میندازین که طالبا حمله را انجام داد، تلفات ملکی در پی داشت و هم خیلی وحشیانه، تأثیرش چه خواهد بود؟ آیا امی عملات که طالب زمینه سازش است و در به حساب امی عملات در اون مناطقی که طالب ها حضور هم دارن انجام میتن، در تمام جایی که افغانستان طالب است امروز تا خشونتشان کشتارشان خب، تاثیرش رو برای ما بگوین درست امی صحبت های شما رو در نظر گرفتم، تاثیرش چی خواهد بود؟ خب در پای طالب قید شد بلد. و تمام شد حمله خونینه که تلفات ملکی و هر روز گزارش داده میشه، خیلی سخت است تحمل جناب ناصری صاحب، و آخر روز تمام میشه در پای طالب، تاثیرش چی خواهد بود در این مذاکرات؟ بدون شک تاثیرات منفی خواهد داشت درست؟ آقای عباسی هم سوال میکنه هم تبصره میکنه هم سوال میکنه هم تبصره میکنه، میخوایم تایید کنین یا رد، تاثیرات منفی بالای روند صلح با طالبان خواهد داشت یا نه؟ طالب اصلا معتقد به صلح با طرف های افغانی نیست، فقط روی فشار و روی وقتکشی در قطر نشسته با آن تراشی میکنه. سه هفته اصلا آغاز مذاکرات به تعویق انداخته که بیاین این برم قبول کنین این قبول کنین، طالب وقت کشی میکنه، طالب منتظر تحولات داخل امریکا هست، منتظر تصمیم گیری های امریکا هست، در میدان جنگ تشدید بخشیده، میخواه پیروزمندانه غالبانه بیاید در افغانستان حکومت کنه، حکومت به یک حزبی کنه، حکومت به قرائت خودشان کنه، امارت اسلامی که در او نه آزادی بیان است نه مطبوعات است نه آزادی حقوق زن است، هیچ چیز نیست، حکومت تاریکی است که فرق طالب با داعش و فرق خلافت با امارت هم وجود نداره. متاسفانه طالب انگیزه جنگ تشدید کرده، اختلافات دامن میزنند و از همه کده مهمتر که امنیت برهم میزنند. پس شما میخواین که با طالبان هیچ مصالحه نشه؟ متاسفانه از موضوع ضعف مذاکره میشه، دولت افغانستان در درون خود مشکلات عظیم داره، خودخواهی ها و بدبختی ها در داخل کابل زیاد است. شما مصاحبه آقای عمر داوزه دیشب دیدین که گفت دکتر عبدالله مامور غنی هست و غنی هست که تصمیم میگیره، اختلافاتشان به اوج خود رسیده، دولت دفکتو ناکام است، وزرا را درست هنوز معرفی نکردن و شکل سرپرست دو مسئله خیلی کوتاه صحبت های شما، دولت ناکارا و ضعیف و مفسد است، طالبان هم نمیخواد صلح بکنه، فقط میخواد زبان زور به امارت برسه درست؟ هر دو طرفی که امروز مذاکره میکنه برای شما هر دویش رد است، برای شما قابل پذیرش نیست. عباسین عزیز متاسفانه ملت افغانستان گروگان همونطور حالت ها هست، ما در تاریخ افغانستان بارها و بارها شاید همین حالت بدیم که هر دو طرف به حساب نفع ملت افغانستان نبودن، به نفع آرامی مردم خود نبودن، متاسفانه نیروهای بودن که ملت به گروگان گرفتن. امروز نماینده حقیقی ملت افغانستان در این مذاکرات وجود نداره، آقای غنی یک حکومت نامشروع هستی را که این کار میکنه، یک حکومت دیکتاتوری هست که این کار میکنه. در شما در پکتیکا دیروز دیدین که نماینده های مردم فغان کشیدن، مدبوعات اجازه ندادن. حالا چی شوه ناصری صاحب؟ شما خروج هر دو چلیپا کشیده، هم طالب هم دولت. من چلیپای خود به این کشیدم که اگر در درون دولت افغانستان که من به اونا زیادتر یعنی اعتقاد دارم و میخواهیم که بگویم که جنای مختلف، جریانهای مختلف، پولرالیزم سیاسی، دموکراسی و کسرتگرایی در کابل و در مخالفین طالبا بیشتر است، اگر مسامحه کنند، اگر خودخواهی های خود بگذرند، اگر واقعا حکومت صالح، یک حکومت قوی، یک حکومت واقعا جوابگو و پاسخ گو را در افغانستان روی کار بیارن، اگر اجماع ملی و سیاسی در میان همی سیاسیون برای پس شما روی درایت تیم آقای غنی در کل حکومت فعلی افغانستان شک ندارین بلکه به ارادهشان شک دارین؟
آقای غنی یک شخصیت دانشمند است، ولی خودخواه. اگر از خودخواهی آقای خود غنی بگذره، هزار مرتبه میتونه که از داخل و خارج افغانستان سپاسگزار هستم جناب ناصری سیاسی را جمع کنه. متاسفانه طالب این کار را نمی کنه. طالب هرگز ظرفیت جمع کردن مردم افغانستان در محور خود نداره. سپاسگزار هستم. ډیر زیات مننه کو. هغه څه چې اوس مهم دي د ستونزو حل دی. څه چې تاسو په ډګر کې لرئ هغه طالبان او اوسنی حکومت دی. هر لوری خپل لیدلوری لري، خو په ټوله کې دا یو تاریخي فرصت بلل کیږي، چیرې چې کیدلی شي د افغانستان د جګړې او سولې سناریو یوې خواته شي، افغانان په یوه نوي پرمختللي او تر ټولو مهم په سوله ییز افغانستان کې چیرې چې د دوی اولادونه نه وژل کیږي ژوند وکړي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې دواړه لوري ګرام بلل کیږي، حتی په سیاسي سټیجونو کې چې دواړه لوري هڅه کوي وخت ووژني. خو دا وخت وژنه آیا د دوی د محاسبې له مخې هم دواړو دولت یا طالبانو ته په ګټه ده او که نه؟ په همدې مسله به تر لږ ځنډ وروسته تم شو. په ټوله کې انتقاد دا دی چې د سولې پروسه کې ابتکار د افغانستان له خلکو په ټوله کې اخیستل شوی دی، او خلک یوازې د انتظار او ابهام په حالت کې پرېښودل شوي دي. جګړه د دوو جګړهمارو لورو ترمنځ ده، او هغه د افغانستان دولت او دغه راز طالبان دي. دواړه یو بل تورنوي چې دوی جګړې ته لمن وهي، نه غواړي سوله وشي، وخت وژل شي. بل لوری هم ورته ادعا کوي، خو په منځ کې د افغانستان د خلکو رول ناڅرګند او مبهم برېښي، او په ورته حالت کې دغه هیله او ارزو ورځ تر بلې یو ځل بیا له اندېښنو سره مل کیږي. د افغانستان پارلمان چیرې دی؟ د افغانستان د پارلمان استازي هلته په دوحه کې شته. پارلمان بالاخره په ځانګړې توګه ولسي جرګه دې کې څه رول درلوده؟ دا پوښتنه مراد صاحب ته راجع کوو. جناب مراد صاحب، د افغانستان پارلمان شته او ولسي جرګه شته؟ که شته، ولې نه استازی دوحه کې لري، نه په مجلس کې کوم خاص بحث کیږي، او نه هم یو روښانه موقف تر اوسه اخیستل شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عباسین صاحب، تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته، لیدونکو کتونکو ته، ستاسو ټول ته السلام علیکم رحمت الله و برکاتو. عباسین صاحب، تاسو ته بهتره معلومات ده چې کله نه د صلحې دا خبرې شروع شوي، تقریبا په دوحه کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ چې کومه توافقنامه شوې، د هغې نه را په دې خوا چې د ولسي جرګې پکې خاص رول چې په دې اخره کې یو پنځه کسان د ولسي جرګې وکیل صاحبان دوهمجمهور د ولسي جرګې رئیس سرمحجي پرې بهغه پنځو کسانو یو مجرو صاحب چې فعلا په دوحه کې د مرکزي پلان صاحبان حتی دغه موضوع کې به قطعاً چې د ولسي جرګې سره مشوره شوې ده او نه په دې رابطه تاسو ته بهتره معلومات دی چې کله لویه جرګه عنعنوي جرګه دلته رئیس جمهور جوړوله، په هغه وخت کې مونږ د دې عنعنوي جرګې د مخالفت وکړو چې دې ته ضرورت نشته. تاسو دلته مونږ دوه مسیحیان لرو چې ولسي جرګه ده او د مشرانو جرګه ده، چې دواړه د ملت او د خلکو استازي دي او په انتخاباتو راغلي، باید دې سره مشوره وشي او د غذا مصارف او دامون شي. خو سر دغې د پاسه رئیس جمهور هغه ولسي جرګه چې دی هغه جوړه کړه، او بیا دې ته خوشبیني وکړو دغه جرګه که جوړه شي، مونږ په خاطر په احترام د دې چې سوله مونږ ته ډېره متفره وه، ټولو وکیل صاحبانو په غوښتنه د آیت اداري وه چې مونږ ټولو شمولیت وکړو او په دغه جرګه کې کېناستو. نو په دغه جرګه کې چې دی فعلا او په ټوله کې د افغانستان د پارلمان په مجلس کې د سولې او بین الافغاني مذاکراتو په هکله هم غږ ډېر تد دی. د دې لامل څه دی؟ ولې دغه ډول یو حالت دی؟ آیا ولسي جرګه دا مسله مهمه نه بولي؟ آیا د افغانستان ولسي جرګه په نورو معاملو بوخته ده؟ که د افغانستان ولسي جرګه فکر کوي چې دا ډېره مهمه مسله نه ده، نتیجه څه شوه بالاخره؟ تاسو خپله ویلې کمرنګه دی حضور د افغانستان د پارلمان په مجلسونو کې، خاص نه ویل کیږي، پلاوی وټاکل شو د دې پروسې لپاره، بالاخره دا د بین الافغاني مذاکراتو د تماس ډلې ایجاد شوې، نور حرکات، خو د افغانستان د پارلمان دننه خاص نه ښکاري، ولې؟
اباسی چې تاسو ګورئ چې موږ په تاکي ګوره دې موږ جلسی لرو تعالی او په تعالی کې اکثر ولایتونو وکیل صاحب خپل کارځي د سولې پر اړه د موضوعاتو پر اړه دا موږ وروزه راځي چې د ریسره په دې مسله باندې په تعالی کې باسي تاسو به تر ګورئ چې د سولې پر اړه باندې موږ د ګورئ چې څنګه چې دا واکن چې رئیس جمهور دې دا مسله ته خاصه وجوه راکړي دا تاسو معلومات چې اوسو مشاورین جمهور تھا کار خدا جرگا ملت حضور زمن دا ولسی جرګه کې پنځه کسان دوه پیل د درې کسان وروړه چې هغه موږ د انتخاب په بغاړه دا پنځه کسان مرکې بلاوي د پاره رئیس جمهور غوښتو دا ایت اجازه نه چې په هغه کې یو مجروح سرته له نور هغه نور سره کسان هم چې دي د دوی لري غوښتي البته دلته دي په افغانستان کې او موږ روز انا دا موږ په چون د ولس مشر نه دی غوښتي ولس مشر دا کار نه دی کړی حکومت د اجرایه قوې له خوا د ولسی جرګې ته احترام نه شو لاند تاسو لسی جرګه سه مقننه قوا په اجرایي قوې باندې کافی پیاوړی تسلط لري د قانون لمخه د صلاحیتونو لمخه دا ولې نه د اجرایي قوا مشر ما بلکې د مقننه قوې مقننه قوا تر دې سره برخورد کوي جنان رئیس جمهور د دنیاري د بچو دی نو دا درې په پراسې پر جناب رئیس جمهور دی من بار بار غوښتنه همدا دي من ته نسبت د حکومت د دې د دې حکومت دا او من ته د ولسی جرګې ته خپل کړ د ملت دا د نظام د فراسې ټول هډه مو ته ځکه زمون ملت د قیام د ولس د تشکیل شوی کاغه ملکی وګړي یان دا ولس دی نو من ته څو راځي د نسبت د ټول نړۍ مو ته ورلا او زمون کوشش او د همدغه دی ان شاء الله دا سره د امرکې پلان لري او زه ته ونه سيګي تر څو پورې چې پاینده کې دوامدار او عزت سو همان سره شي او په افغانستان کې آرام شي او دا زمون ملتونو ملت او ټول هغه په ځاګړي ټول موږ سره د مور او مهري سلوک کې یوازې را کوه ته متفق کاری او مقننه قوا ته د بیګانه باندې نظر کوي نو دا دا استوجو مشکلات چې په دننه په نظام کې چې دا نظام یې ځای پکړه دي او دا اوس دا حالات ګوري په مارکیټ کې په ټولنیو کې په دې کې چې موږ د رسول الله نه غاني تر چې دوه سره نو فشار مو شي یعنی تاسو به یوازې ګیلې کوي جناب مراد صاحب دې ته لاندې جواب راکړي یوازې ګیلې کوي چې ولې د خلکو غاګ نشته دا خو ډیر مهم سټیج دی ولسی جرګه مهمه ده د خلکو استازي مهم دي باید د سولې پروسه کې برخه ولري تاسو دا غواړئ خو د ولسی جرګې یا نقش دا نه ده چې فشار وارد کوي واخلې هغه څه چې تاسو فکر کوئ د افغانستان خلکو ته د ولسی جرګې لپاره مهم دي لاند جواب راکړئ اباسین صاحب څنګه با فل غاندې شخصي موضوع شخصاتونه یا د جوش تا کوشش ځکه چې په اوس سره موږ په ډیر اساس پړاو کی او دا اساس ګره دا بيخي اساس پړاو دی او دلته انتقاد په تاسو ډیریږي مراد صاحب په دې اساس پړاو کې تاسو وایئ چې نه یو تاسو رئیس نن ویلې چې موږ څنډه ته شو یو اوس خبرېږي یاو مېش کېږي مذاکرات تقریبا روان دي بین افغاني دوی اوس خبر شو چې موږ څنډه ته شو یو دلته انتقادونه دا و چې د وخت تاسو څنډه ته شوی یاست نو تاسو عمل څه شو چې تاسو حکومت اړ کړي یعنی هغه څه چې فشار وای چې تاسو څنډه ته نشئ یاو مې شروع سره بین افغاني مذاکرات د لیستونو آماده کېدونه تاسو رئیس وای موږ څنډه ته شوی یو جناب عباسین صاحب دې کې شک نشته زموږ پای هاتی دا لیکم موږ ستونزې او مشکلات لرو د خپل مدیریت او نکړای شو او نه څه تفاهم او قوم مرکزې من تراو کوشش باندې باندې چې درې وار خو یې ما هنګې د اجرایي کوې سره مقننه قوا او قضایي او پای پای او اندازو په یو سلوک باندې چې تاسو ستونزې او مشکلات لرئ زموږ په اداري حالت کې مشته دي چې دلته هم څه مخالفتونه او موضوعات او ډیره زیاته ونه مراد صاحب په بخنه سره لتاسې هم بخنه غواړو او لیدونکو نه هم بخنه غواړو چې ستاسو انټرنیټ خراب دی او ستونزه ده او دا بدبختي متاسفانه شته ده په انټرنیټونو کې ځینې شبکې بیخي کمزوري دي او دغه ډول ستونزې ایجادېږي لیدونکو لتاسې په بخنه کې په ځینو مواردو کې ستاسو ذهن مغشوش شوی د کمی کوالټۍ له امله جناب حسنی صاحب حالا در کل
اگر از جزئیات از مسائلی که حالا مطرح میشه و جزئیاتی که در نهایت مذاکرات بین الافغانی حالا بعد از آغاز حدود 25 روز کم و بیش میشه با شنیده میشه. برگردیم به قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی، آن زمان توقع مردم افغانستان، همچنان جامعه جهانی و بعضی از کشورهایی که ابراز نظر میکردن این بود که آتش بس باید نتیجهش باشه. زمانی که مذاکرات آغاز شد و بالاخره روی اجندا کار آغاز میشه، باید آتش بسی به وجود بیاد یا حداقل خشونت کاهش پیدا بکنه. ولی ما برعکس در یک وضعیت قرار داریم، در مذاکرات مسائل جنجالی را پیدا میکنه و عجیب و غریب، و اینجا در افغانستان جنجال ها روز افزون است و خشونت هم گرافش بالاتر میره. چرا این چنین است؟ به نظر من این بیشتر بستگی داره به ماهیت جنگی که در افغانستان وجود داره. جنگ تحمیلیه که به هیچ عنوان مصالح مردم افغانستان و عزت مردم افغانستان در اون مد نظر نیست، بلکه تأمین منافع یک گروه خاص مطرحه. اینجا شما دقت بکنین، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از زمانی که پروسه صلح را آغاز کرد با چندین بار آتش بس اعلان کرد، زندانیان طالب ها را آزاد کرد و همیشه هم حرفش همین بود که ما باید اول فضا را آرام بکنیم و در فضا آرام بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم، چون حکومت افغانستان برای آرامش مردم افغانستان میاندازه و به قطع جنگ در میان مردم افغانستان میاندازه. متاسفانه گروه طالبان به دنبال تحمیل منافع خودش و به دنبال تحمیل خواسته های خودش است. به همین خاطر است که شون پس از اینی که با آمریکایی ها معاهده امضا کردن و با خارجی ها صلح کردن، اینها لبه تیز حملات خود علیه شهروندان افغانستان، علیه نیروهای نظامی، علیه مردم ملکی، ببینین همه حملاتی که صورت میگیره یا بل مباشر مستقیم میگیره یا توسط زمینه سازی و ظرفیت سازی که طالب ها برای حملات انجام میده، این حملات صورت میگیره. شما ببینین بحث حملات، پس طالبان میخواه به نحو انصراف بکنه از مسئله آتش بس در مذاکرات بین الافغانی. و خیلی زیاد ندارم، خیلی کوتاه جناب حسنی سب. من میخواهم عرض بکنم که حمله به مناطق امنی افغانستان مانند بامیان، دایکندی، پنشیر و جاهای دیگه، طالب ها میخواهند که فضای افغانستان را ناامن بسازد. سوال را که از آقای ناصری کردی که مثلا جنایت امروز در غنیخیل را و زمانی که شما مطرح میکنی یا دیروز در غنیخیل را، این دقیقا منظور طالب هاست، یعنی به حمایت از موضع طالب هاست. چرا طالب ها از این چی کردیت میگیره؟ ببینین هرچه در افغانستان جنایت ها و خشونت ها بیشتر شده، خب اگر طالبان بگه، شما نماینده دولت افغانستان هستین، حکومت افغانستان هستین جناب حسنی، طالب ها اگر احتمالا بگه کار دولت افغانستان بود، ما بپذیریم؟ خب شما میپذیرین؟ ما باید بدون کدام در بحث کدام سند، کدام شاهد، کدام چیزی که مستند باشه. آقای عباسین عزیز، خب وقت خیلی زیاد نداریم، اصلا سه پاسخ شما دریافت کردیم، به عرض معذرت من صحبت های شما را قطع میکنم چون ناصری صاحب منتظر است. عین سوال شما را با حوال میسازم، مطمئن باشین ناصری صاحب صحبت های شما را مصاحبه ها فقط جناب عالی صحبت بکنین که خود ما را دعوت نکنین، ولی بزنین ما حرف خود بزنیم. شما را 20 دقیقه وقت دادیم در آغاز جناب حسنی صاحب، بسیار زیاد تشکر. ناصری صاحب والا اینترنت تون دیگه میکنیم، قد میکنیم به جمله تکمیل شبکه. بسیار تشکر جناب حسنی صاحب. من میتونم جناب عالی را به عنوان یک شهروند متهم بکنم به جانبداری از طالب ها، که صحبتی که علیه طالب ها میشه را قد میکنی، اما صحبتی که علیه حکومت میشه شما میدان رها میذارید. شما حق دارین متهم کنین جناب حسنی صاحب، بسیار زیاد تشکر، حق دارین. ناصری صاحب، آن چی که برمیگرده به طالبان، طالبان یک مسئله دیگه و آخرین سوال است، خیلی هم مشخص روی اصل موضوع میخوایم نظر شما رو داشته باشیم. طالبان میگن که توافق دوحه از 29 فوریه باید معیار باشه، بنیاد باشه برای ادامه مذاکرات بین الافغانی و در کل روند صلح. آیا در همین توافق به صراحت گفته نشده که اجندای مهم مذاکرات بین الافغانی آتش بس خواهد بود؟ پس کجا شد مسئله آتش بس که طالبان پیچیدن بر این که توافق دوحه باید بنیاد باشه؟ اگر بنیاد او باشه
چرا از آتش بس امروز فرار میکنه؟ خیلی مشخص. ببینین توافقنامه دوحه بسیار گنگ است، پیچیده است و استخباراتی است. اصلا توافقنامه یک کتابچه است ولی ما فقط یک صفحه حوال از او را در مطبوعات میبینیم و بحث میکنیم و نه امریکا حاضر شد که امون حصل توافقنامه را برای ملت و دولت و برای نماینده های مردم و بر مطبوعات افغانستان نشان بده، نه شما خبر داره، نه آقای غنی و نه آقای عبدالله و هیچ کس. اگر امی آیت مذاکره کنند ولی آقای غنی قبل از امضا نشان دادن. نه خب دلیلش چرا نشان دادن، چرا نسپردن، چرا امضای خب سپردن نشان دادن چی داره؟ خب نشان دادن. نه خیر خان آقای غنی خان اگر ایراد داشت میگفت نمیپذیرم، بعد از امضا میگفت نمیپذیرم، چرا نمیگفت؟ متاسفانه دولت افغانستان ضعیف عمل کرده، مقصر است پیش تاریخ، شرمنده است. خب یک موضوع طالبان مشخصن است، چرا طالبان زمانی که میگه بنیاد باید توافق دوحه باشه و خودشان از موضوع اصلی این توافقی آتش بس از فرار میکنه در جریان مذاکرات بین افغانی؟ اصلا نمی توافق، اگر امو کتابچی اصلی را طرف دولت افغانستان، طرف هیئت مذاکره از آقای مایک پامپیو و خلیلزاد و طالبا روی میز بگذارن که واقعا امضایشان هم دهو باشه، شما شاید بدین که در روزی که امضا شد یک ورق آقای خلیلزاد امضا کرد. ولی به هر صورت امو اصل محتوای امو را که اصرار دارن که باید سپاسگزار هستیم جناب ناصری صاحب، وقت ما بیخی با پایان میرسه و ما معذور هستیم صحبت های شما را قطع بکنیم. لیدون کلاتاسی هم پامننده در پروگرام پامدیزه پایت رسو تربیه.